سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. در نخست، امارت اسلامی به دنبال به رسمیت شناخته شدن و جهان به دنبال پیش شرط ها. نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان میگوید طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید در بست های کلیدی افراد غیر امارت اسلامی را سهم فعال دهند. اما رئیس جمهور آمریکا گفته طالبان بدون رهایی کهنه سرباز آمریکایی انتظار توجه به مشروعیتشان را نداشته باشند. جهان با امارت اسلامی و امارت اسلامی با جهان بر سر چه موضوعاتی به بنبست خوردند؟ کارت شناسایی حکومت چرا به دست نیامد و چه باید شود؟ اینها و بیشتر در فراخبر امشب. برای بحث بیشتر در همین رابطه مهمانان عزیز، هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و همچنان فاضل سانچارکی روزنامه‌نگار با ما وصل هستند. به مهمانان عزیز سلام، به برنامه امشب خوش آمدین. آقای مختار، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا با گذشت بیش از 5.5 ماه هیچ کشور پیش نیامد که کلید به رسمیت شناختن به دستش باشه؟ سلام به شما و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. سلام. با گذشت 5.5 ماه امارت اسلامی افغانستان تا نیست که امنیت سراسری را در افغانستان تأمین بکنه و توانیست که جزایر قدرت را در افغانستان به پایان ببخشه و صلح سراسری را برای تمام افغانها فراهم بسازه. یکی تمام کشورها و یک کشور هم نتانیست امارت اسلامی را در این به رسمیت بشناسه، بحثش کاملا جدا هست. امارت اسلامی افغانستان تانیست در طول 5.5 ماه مذاکرات های بزرگ با روزها، با چینایی ها، با نرویجی ها و با کشور همسایه ها و فراتر از همسایه ها داشته باشد. فکر میکنم امارت اسلامی افغانستان در تلاش است و دنیا هم در تلاش است که به یک توافقی با امارت اسلامی افغانستان برسه که در نتیجه زو امارت اسلامی افغانستان در جهان به رسمیت شناخته شود. ما از این لحاظ مطمئن هستیم که آهسته آهسته هم انزوای سیاسی افغانستان و هم انزوای اقتصادی افغانستان بیرون خواهد آمد و همین نظامی که هست دیگر هم تمام شمول خواهد شد و این نظام باید سعی و تلاش می باشه که این نظام را دیگر هم در سطح جهان برایش لابی بکنه و ما مطمئن هستیم که افغانستان دیگر تهدید برای هیچ همسایه و فرا همسایه خود نیست. تشکر، به شما برمیگردم. آقای سانچارکی، چرا جهان یک قدم پیش برای به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی نیامد؟ با سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. خب ببینید، دنیا تا کنون در طول 5.5 ماه گذشته هیچ یک از تقاضاهایی که داشت تقاضای خود برآورده شده نمیبینه. جامعه بین الملل همپا با مردم افغانستان توقع و انتظار داشتند که اداره طالبان تبدیل به یک اداره همشمول شود و مدت زمان این اداره سرپرست مشخص شود، چشمانداز و دورنمای انتخابات در افغانستان معلوم شود، نقش مردم در آینده شکلگیری نظام سیاسی مشخص شود، حقوق زنان برآورده شود، از اقدامات خودسرانه، دستگیری ها، حبس و تعزیر باید پرهیز شود، دروازه های مراکز عالی آموزشی برای دختران و زنان افغانستان باز شود و نیروهای تروریستی و گروه های افراطی که در ترکیب و ساختار اداره طالبان حضور فعال دارند، اینا مهار و سرکوب شوند و خواسته های فراوان دیگر که هیچ یکی از این خواسته ها و مطالبات دنیا تا کنون برآورده نشده و از این جهت انتظار نمیره که تا زمانی که اداره طالبان قدم ها و گام های در راستا برندارن مورد شناسایی بین‌المللی قرار بگیرن. آقای سانچارکی، اما آقای مختار بگویند که گام های بزرگ در داخل برداشته شد، جزایر قدرت شکسته شد، امنیت آمد و همچنان امارت اسلامی در حالی از انزوای سیاسی و اقتصادی در حال بیرون شدن است. خب این یک نگاه خیلی خوشبینانه است
به موضوع جزایر قدرتی در گذشته وجود نداشت، یک حکومت واحد متمرکز حاکم بود در افغانستان، تمام صلاحیت ها به رئیس جمهور و اداره ریاست جمهوری برمیگشت، اگر فساد هم بود، ناکارگی هم بود، صلاحیت هم بود، ثروت و مقام و امکانات هم بود، متمرکز بود در همین اداره و ولایات افغانستان تبعیت میکردن و والی ها از طرفشان تعیین میشد و قمندان های امنی از طرف اینا تعیین میشد، هر مشکلی که بود برمیگشت به ریاست جمهوری افغانستان. اما تا زمانی که اما قدم های این که اینا میگن که امنیت سرتاسری به وجود آمده، خب ما چرا شاهد دستگیری های شبانه هستیم؟ شاهد حبس زنان و دختران فعال اجتماعی هستیم، شاهدی هستیم که شبانه تعداد زیادی ترور میشن، کشته میشن و مشکلات ناامنی متاسفانه زیاد است و در پهلویش ناامنی روانی مردم افغانستان، ترس و وحشتی که امروز در کوچه و سرای و خانه مردم حاکم است و اینا یک مسئله و موضوع بزرگ است که از چشم دنیا پوشیده نیست. تشکر آقای مختار. ما پرسش به این بود که چرا جهان تا هنوز به رسمیت نشناخت امارت اسلامی را، همانطور که آقای سنچارکی هم اشاراتی داشتن و جهان همواره یک چیز را مطرح میکنه، پیش شرط ها، و امارت اسلامی هم از جهان میخواهد که به رسمیت شناخته شود و تمام پیش شرط ها را میگه که عملی کردیم، ولی چرا به نتیجه نمیرسن؟ مشکل کار در کجاست؟ دو بحث باید اینجا مطرح شد و دو سخن باید گفته شود. یکی از لحاظ سیاسی هم جهان در افغانستان به نوعیت هیچ نظام مشکل نداره. اگر به نوعیت نظام مشکل می داشت جمهوری را از بین نمی بود. یک. موضوع دومی است که جهان در صدد منافع خود است و روی منافع ملی خود یک کشور را به رسمیت می شناسه و یک کشور را به رسمیت هم نمی شناسه. موضوع سومی است که جنگ روانی را علیه ملت ما و علیه مردم ما و علیه یک نظام نوپای اسلامی کسانی در جهان برشلابی میکنند، امونایی که افغانستان را به خاک و خون و به تفرقه قومی کشند. یک موضوع. موضوع دیگری است که جزایر قدرت در افغانستان بود و این جزایر قدرت ما نمیگیم، تمام ریفرنس ها و منابع بین المللی میگه که حکومت مرکزی در افغانستان یک حکومت ضعیف، یک حکومت فاسد و یک حکومت بود که از لحاظ قواعد و ضوابط بین المللی حتی ولایاتش هم از او اطاعت نمیکرد. در شمال هم یکی از امپراتورهای قلابی همیش بلند میشد و مردم شمال جنوب جدا میکنیم، یک آقای دیگهش هم بلند میشد که ما بدخشان خود مختار میکنیم. آیا در یک حکومت قوی و قدرتمند میتونه چنین صداهایی باشه؟ بنابراین نظام جمهوری در افغانستان کاملا بر اساس ارزش ها نی، بلکه برخلاف ارزش های مردم ما بود و هیچ نوع قابل قبول برای ملت ما و مردم ما نبود. از موضوع اما آقای مختار، اگر برگردیم به مشکل امروزی افغانستان که بیشتر تمرکز بکنیم، خب بحث‌های گذشته را ما داشتیم، افغانستان با چه دیپلماسی می‌خواهد به رسمیت شناخته شود به نظرتان؟ افغانستان با همون دیپلماسی که حقشان است، با همون دیپلماسی که جهان با یک کشور را به رسمیت می‌شناسد. سازمان ملل متحد بند اول و دومش حکم میکنه، به صراحت حکم میکنه که یک کشور حق داره که بر اساس ارزش ها و باورها و اعتقادهای خود یک نظام را به میان بیاره. اجازه بدید که من پاسخ قسمت سوال دیگه شما را اینجا بتونم. موضوع در این است که ایالات متحده آمریکا و جمع اروپا و جمع ناتو برای ملت‌های خود در طول 20 سال سناریو و جنگ و مقاومت افغانستان را غلط و دروغ جلوه دادند. از آمریکا باید پرسید،
همونطوری که نمایندهش در تلویزیون شما گفت که امریکا نه به خوش خود میآید و نه به خوش خود میره، یعنی ما یک متجاوز هستیم، هر جا که رفتیم همونجا میریم خرابی میکنیم و پس بیرون میشیم. حالا امارت اسلامی افغانستان باید چی بکنه؟ از همه اول امارت اسلامی افغانستان با تمام گروهایی که در افغانستان هست و خارج از افغانستان هست، مسائل داخلی خود را با افغانها حل بسازه و بتانه مشروعیت داخلی خود را هم دیگه توسعه بده و در نظام فعلی تمام افرادی که صاحب تعلیم و تحصیل است و جنگهای داخلی مبتلا نیست، جنایتکار نیست، چور و چپاول نکرده، باید در این نظام دیده شود و صداها و آواهای حق زن و آزادی بیان از هر لحاظ احترام گذاشته شود که امارت اسلامی افغانستان در این رابطه مسئول است و ما مطمئن هستیم که اگر چنین کار شود امارت اسلامی افغانستان از انزوا بیرون خواهد شد. آقای سانچرکی، شما چطور به همین موضوع میبینین؟ حالا مثلا کای آیدی نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان گفته که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید در بحث های کلیدی افراد غیر امارت اسلامی را سهم فعال دهند. موضوع جهان چی است در همین قسمت؟ خب ببینید، در اعلامیه که در پایان نشست اسلو از طرف کشورهای بزرگ دنیا صادر شد، در این اعلامیه کاملا تصریح شد که باید در افغانستان یک حکومت همشمول و منتخب شکل بگیره. منظور از حکومت همشمول این است که همشمول یعنی مردم افغانستان، مردم باید در حکومت نقش داشته باشند و در قدم دوم اگر ما یک اداره سرپرست بخواهیم تشکیل بدیم، اداره سرپرست باید متشکل از افراد متجرب، متخصص، مسلکی، توانایی اداره کشور، توانایی که چطور خدمت رسانی کنن، امنیت را تامین کنن، از بی‌نظمی جلوگیری صورت بگیره، فضای مسئول برای مردم ایجاد شود، حقوق شهروندان به وجود بیاید و به مدت دو سال یا کمتر و بیشتر باید زمینه برگزاری یک انتخابات سرتاسری را فراهم بکنه. چرا مردم باید نقش داشته باشند؟ حالا مردم افغانستان صغیر نیستند، مردم افغانستان رعیت مطلق نیستند که چهار نفر ملا و یا چهار نفر ریش سفید بیان برایشان تصمیم بگیرند. 70% جمعیت افغانستان جوانا هستند، جوانا باید خودشان نقش بگیرند. 50% جامعه افغانستان زنا هستند، زنا باید نقش بگیرند. در زمانی که نقش جوانا گم باشه، نقش زنها گم باشه، نقش نیروهای متخصص و مسلکی گم باشه، در این صورت چی کسی میتونه ادعا کنه و از نام مردم افغانستان صحبت کنه؟ بسیار آسان است که ما به نام مردم افغانستان همه جنایات و مظالم و جور و جفا و همه چیز خود را توجیه کنیم، اما این مردم افغانستان نیستند. مردم افغانستان در خانه خود هستند، بیکار نشستن یا در فقر و مسکنت میلولند. و از جهت که تا زمانی که ما این خواسته را نتانیم برآورده بکنیم، ادعای این که حکومت ما حکومت مردمی است یک ادعای کاملا پوچ و بی‌معنا با شما صحبت های آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه را شنیدین، گفت که در مقابل همین موضوع گیری هایی که از سوی جهان میشه گفت که تا هنوز یک تعریف واضح در مورد حکومت همشمول ارائه نشده، ولی در اون طرف نماینده اتحادیه اروپا را صحبت هایش شنیدیم که وظیفه ما نیست گفت مثلا ایجاد حکومت همشمول، که مردان و زنان افغانستان باید تصمیم بگیرن. تصمیم گیری چی باید می بود؟ ببینه وقتی حکومت همشمول میگه به ذهن خیلی ها از جمله مقامات طالبان متبادر میشه که گویا منظور است که چند تا چهره به گفته اونا فراری یا کرکترهای فاسدی که در حکومت قبلی بودن اینا باید مشارکت شوند و حضور پیدا کنند در سطح حکومت. منظوری نیست. منظور از حکومت همشمول، ما پیشتر خدمت شما گفتیم که نقش مردم، چه کسانی از مردم نمایندگی میکنند؟ نمایندگی واقعی از مردم یه است که چی کسی میتونه منافع مردم رو برآورده کنه، امنیت رو تامین کنه، خدمت رسانی کنه، اداره رو فعال کنه، مشکلات اقتصادی رو حل کنه. افراد متخصص مسلکی با تجربه باید سکتور خصوصی در تصمیم گیری کلان شریک باشه، رسانه ها شریک باشن، جامعه مدنی شریک باشه، زنها باید حضور داشته باشن. بدون حضور و مشارکت زنان، متخصصین، سکتور خصوصی و کسانی که در بین مردم ریشه دارند، بدون اینا چطور میشه ما حکومت نمایندگی به وجود بیاریم؟ از این جهت جامعه بین المللی هم روی این مسئله تاکید میکنن که
باید افراد متخصص و مسلکی که بتانه راهکار را کنه، عدالت تامین کنه، انصاف داشته باشه، مشارکت جویی را به وجود بیاره، این افراد با در سطح رهبری و اداره کشور وجود داشته باشد. منظور جامعه بین‌المللی و منظور مردم افغانستان بله. همین موضوع است. آقای سانچرکی، امارت اسلامی هم میگه که تلاش میشه چهره های کارکشته در سمت های کلان دولتی به کار گماشته شوند. ببینین، این گپی صحیح است، گپی درستی است که چهره های کارکشته، متخصص، متجرب، اما تصمیم گیری های کلان در سطح کشور کی میگیره؟ آیا این چهره ها میتونن در سطح کلان رهبری کشور حضور داشته باشند که در تصمیم گیری های کلان ملی باید مشارکت کنند؟ یعنی از اینا به عنوان مهره ها استفاده میشد، چند چهره که به صورت نمادین و شکلی اینا میان در ساختار در یک موقعیت های اداری قرار میگیرن و تحت فرمان امیرالمؤمنین یا رئیس الوزراء یا رهبری اینا کار کنن. این رقم نمیشه، باید در سطح رهبری افراد متجرب باشند که خودشان تصمیم میگیرن، کار کنن، خودشان بتون از دانش تخصص خود برای دیگرگونی وضعیت استفاده کنن. اگر چنین چیزی باشه، بله، قابل قبول است. تشکر آقای مختار. همین بحث مشکل که حالا پیش شرط هاست که حل شود، در چی میبینین؟ آیا در داخل میبینین همین مشکل، یا در دست کشورهای قدرتمند مثل آمریکا؟ حالا جو بایدن میگه که طالبان تا گروگان آمریکایی را آزاد نکند نمیتواند به فکر کسب مشروعیت باشد. اجازه بدین به دو نکته آقای سنگچارکی اینجا بپردازم. اول، هر نوع دموکراسی یا دموکراسی غربی در افغانستان کاملا منتفی است و جامعه ما مطلقا جامعه غربی نیست و هر نوع ارزش غربی و نسخه غربی در طول 20 سال هم در افغانستان به ناکامی مواجه شد. بله، نسخه بومی چی است از دید شما؟ می خواهیم براتون عرض برسانم. به این لحاظ از آدرس دموکراسی غربی حرف زدن بر ضد ملت ما و بر ضد ارزش های ملت ما تلقی میشه و روی ازی باید یک فوکس علمی اینجا شوه و هر کشور با کشور دیگه مخالفت های خود را و تفاوت های دیدگاه ها و نظرات و ارزش های خود را داره. ما در حالت زمان گلوبالایزیشن یا جهانی شدن زندگی میکنیم. در گلوبالایزیشن یک اصل اساسی است که یک کشور باید برای کشور دیگر تهدید نباشه. بله. که افغانستان برای هیچ کشوری نه تهدید بود و نه تهدید هست و نه تهدید خواهد. موضوع دوم است که ما در افغانستان اگر به یک نظام تمام شمول صحبت میکنیم، چی نوع نظام تمام شمول؟ امی تبلیغاتی که علیه نظام اسلامی در سراسر جهان برش لابی میشه و به میلیون ها دلار بر ضد نظام اسلامی صداها و هواها از هر کوچه و از پس کوچه و از هر ولایت یا از هر کشور بلند میشه، شما میدانید که پشت سرش امو کسانی هست، کسانی که در افغانستان به میلیون ها دلارشان امیجا ماند و مالهای افغانستان را چور کرد. آمدیم اکثریت ملت ما، اکثریت قاطعی ملت افغانستان در افغانستان یک نظام اسلامی با ارزش‌های اسلامی می‌خواهد و در نظام اسلامی عدالت هست. وقتی که در نظام اسلامی عدالت هست، موضوع شمال و جنوب و ولایت و منطقه و قوم و عصب و نسب کاملا منتفی است، چون اینجا یک نظام بر اساس ارزش‌ها و باورهای مردم به میان آمده. بله. موضوع دومی است که در رابطه با آزادی بیان، در رابطه با آزادی بیان و حقوق زن میخوایم یک نظر اینجا با براد و با ملت خود شریک بسازیم. امارت اسلامی افغانستان کاملا روی یک مکانیزم تا جایی که ما خبر داریم کار میکنه که در نتیجه از اون مکانیزم تمام خواهرها و زنها بتانه به مکانیزم
مکتب، مدرسه، پوهنتون، دانشگاه دست می بکنه و با ارزش های دینی، اسلامی و بین المللی دست خود را ادامه بدن. ما می بینیم در طول 5 ماه امارت اسلامی افغانستان روی یک مکانیزم کار میکرد و ما هم صدای ما و آوای ما داری است. اگر امارت اسلامی افغانستان خواسته باشه که یک جامعه مقتدر و قوی و با صلابت داشته باشه، باید به حقوق آزادی بیان و ژورنالیسم احترام بگذاره، چون از لحاظ قوانین و ضوابط و تحلیل های بین المللی یک ملت قوی و مقتدر میتونه که با یک میدیای مقتدر پیشرفت بکنه. و در این قسمت امارت اسلامی افغانستان هم زمینی را فراهم خواهد ساخت که در نتیجه از او تمام اقوام و تمام اقشار و تمام کادرهایی که در افغانستان هست در نظام افغانستان خود را ببینه و بتانه افغانستان را خود مردم افغانستان و ملت افغانستان از این انزوا بکشد. آمدیم در رابطه به مسائل شناخت امارت اسلامی افغانستان. دیروز هم از لحاظ قوانین بین المللی امریکا برخلاف ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بین المللی و قوانین بین المللی در 2001 بر سر یک ملت غریب و بیچاره حمله کرد، ملت را به خاک و خون کشید و ناجوانمردانه و غیر مسئولانه ملت افغانستان را رها کرد. امی طالب بود از چور و چپاول جلوگیری کرد و بالاخره در امی شرایط حساس اگر صدای ملت مسلمان و مجاهد افغانستان است، او امارت اسلامی افغانستان است. بله. تشکر. آقای سانچرکی، راه حل را در کجا جستجو بکنیم؟ به صحبت های آقای توماس وست که لوی جرگر مطرح کرده، آقای کرزی و همچنان خب آقای مختار انتخابات پروژه غربی خواندن، در کجا میتونیم به یک نتیجه برسیم؟ خب این صحبت هایی که آقای مختار میکند یه روایت خودشان است، در حالی که فکر میکنم در یکان کشور غربی نشستن و دموکراسی غربی را نفی میکنن و بسیاری پدیده هایی که در غرب شکل گرفته در پهلوی سیستم های سیاسی، فلسفه ها، مکاتب، محصولات، سند و تکنولوژی امروز اینا به غرب محدود نمانده بلکه تمام دنیا از او برخوردار میشن. خب به این موضوع نمیپردازیم، اما اینا باید ببینن که مدل حکومتی که اینا جایز میدانن یا مجاز میدانن در افغانستان کدام مدل است؟ همین امارت اسلامی است و نقش ملت، اراده ملت در کجاست در یک چنین امارتی؟ آیا تعداد علمای دین، مولوی صاحبا میتونن به نمایندگی از کل ملت تصمیم بگیرن؟ آقای مختار میگن ارزش های اسلامی، کدام ارزش های؟ ارزش های خیلی انتزاعی تعریف ناشده است. ارزش های ملت افغانستان ملت مسلمان است. ارزش های خود در نظام جمهوری هم داشتن، حتی در نظام کمونیستی هم مردم افغانستان مسلمان بودن، ارزش های خود حفظ کردن. کسی نمیتونه ارزش دیگری رو بر مردم افغانستان تحمیل کنه. اینا یک سلسله واژه های دلفریب و گمراه کننده است که پشت نقابی واژه ها بعضی ها چهره خود پنهان کردن، از نام دین، از نام اسلام هر نوع جرایم و جنایاتی را که میخوان مرتکب میشن و بعد یک نقاب رو پوش اسلامی و دینی میزنن برون. از این که بگذاریم بیاییم روی مسئله لوی جرگه ببینید یک ساختار بسیار قدیمی و کهنه است که در دوران در نظام های قبیله ریش سفید ها میامدن یک مشکلات محلی قبیله را حل میکردن. ما در دوره مدرن بسر میبریم، حالا ملت ها شکل گرفتن، حالا مردم آمدن، اعجاب میکنه که باید نهادها و ساختارهای مدرن پاسخگوی مطالبات واقعی مردم باشه. ما نمیشه به لوی جرگه، بر فرضی که اجازه بدین اگر لوی جرگه هم تشکیل شود، مکانیزم انتخاب اعضای لوی جرگه چی است؟ آیا 70% جوان ها که در افغانستان هستن نماینده دارن در لوی جرگه؟ آیا زنان نماینده دارن؟ آیا متخصصی نماینده دارن؟ سکتور خصوصی نماینده دارن؟ چی ترکیبی داره لوی جرگه؟ یا یک تعداد مولوی صاحبا جمع میشن در لوی جرگه با نمایندگی از کل ملت تصمیم میگیرن و مشروعیت میتن لوی جرگه هایی که فرمایشی و نمایشی که در طول تاریخ صدای قدرت ها و حاکمیت ها بودن و توجیه کردن در واقع کسی که از راه غلبه و زور قدرت ها گرفتن. به این خاطر اون لوی جرگه نمیتونه مشروعیت بخش باشه. آقای مختار 20 ثانیه. اول خویی است که امیدوار است آقای سنگچارکی
از نقابهای جمهوری و از نقابهای غربی که خودتان بر از لابی میکنین بپریسین. صدای ملت ما صدای اسلام است و صدای وحدت است، صدای برادری است، صدای اخوت است. هر نوع دموکراسی غربی که شما برش لابی میکنین از طریق ملت ما منتشر. تشکر از حضورتان. هاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، و فاضل سنچارکین، روزنامه‌نگار. خوش آمدیم به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر.